میخوایم سایتمون رو پاکسازی کنیم ترتمیزش کنیم چیزای اضافه ای که داره رو حذف کنیم چجوری این کار رو میتونیم انجام بدیم با استفاده از یه پلاگین خیلی راحته بریم بهتون توضیح بدم ما رو وردپرس یه چیزی داریم به اسم دیتابیس قبلا هم در موردش صحبت کردم دیتابیس وردپرس چیه یه فایل SQL بهتر بگم یا یه توی حالا تعریف دقیق ترش بخوام بگم مجموعه ای از فایل که در نهایت به صورت SQL ذخیره شده تنظیمات سایتمون متنای سایتمون اطلاعات مهم سایتمون که به صورت فایل نمیتونن ذخیره بشن جدا از فایل های کودهایی هایی که داریم و فایل ویدیویی و صوتی و عکسایی که رو سایتمون آپلود میکنیم یه سری متن لازم داریم دیگه محتوای پستامون این که مثلا فلان پست تو کدوم دسته بندی باید باشه چند تا دسته بندی داریم چه دسته بندی هایی داریم اسم دسته بندی مون چیه این که مثلا تو فلان تنظیمات سایتمون تو فلان پلاگین اون تنظیم روی چی ست شده فعال یا غیر فعال اگه مثلا فلان جای سایت اون یه یوزر داریم که اون یوزر داره فلان کارو میکنه نقشش چیه یا فلان یوزرمون پسوردش چیه ایمیلش چیه یوزرنیمش چیه اینا تو دیتابیسمون ذخیره میشن حالا با نصب پلاگین های مختلف رو وردپرس تیبل ها و دیتا های مختلفی توی این دیتابیس ذخیره میشن که بعضی از پلاگین ها اگه حالا تمیز و اصولی برنامه نویسی نشده باشن یا تمیز و اصولی نصب و غیر فعال نشن یعنی نصبشون کردیم بعد میخوایم حذفشون کنیم غیر اصولی حذفشون میکنیم یه سری اثرات تو خودشون توی دیتابیس سایت ما میذارن که اون اثر باعث میشه یه دیتابیس سنگینی داشته باشیم مثل این میمونه من یه میزه کاری دارم اینجا پر گرد و خاکی که اصلا نمیتونم ازش استفاده کنم یعنی اعصابم رو خورد میکنه کار کردن نمیدونم شما مثل من هستین مثلا رو دسکتاپ اگه فایل اضافه باشه اعصابم خورد میشه اگه مثلا این نمیدونم این نوار پایینی مثلا سیستمم شلوغ باشه یا این عدده اینجا میبینید من نمیدونم الان یه مشکلی رو مک من هست این مسیجام کلا همه جواب داده شده ولی خب اینجا باز یه دونه مسیج میزنه این خیلی رو اعصابم الان یه, یه هفته این رو اعصاب نمیدونم باش بعد چی کار کنم میدونی یه سری چیزای اضافه که باعث میشه ذهنمون شلوغ بشه دقیقا سایتمون هم همینجوری دیتابیسش وقتی شلوغ بشه مثلا تو تیبل ستینگ که مربوط میشه به تنظیمات دیتابیس سایتمون و تنظیمات سایتمون تنظیمات دیتابیس نه تنظیمات سایتمون این تیبل وقتی شلوغ بشه کلی اطلاعات اضافه توش باشه عملا کار کردن رو برامون سخت میکنه برای ما نه برای سایتمون یعنی وقتی میخواد بره تنظیمات رو بخونه به جای اینکه مثلا توی 100 تا ردیف از اون تیبل بگرده داره توی هزار تا میگرده خب هر بار سرعت سایت ما کمتر میشه چرا چون کلی اطلاعات توی این تیبل ذخیره شده که این اطلاعات اضافی و باید حذف بشن مثلا وقتی میخواد پستای سایتمون رو به خونه کلی پست داریم که ما اینا رو انتقال دادیم به زبالدان وردپرسمون حذف نشدن از تو زبالدان و همینجوری اینا موقع لود شدن پست های سایتمون دارن از اون وقت میگیرن دارن از سر وب سرورمون وقت میگیرن انرژی میگیرن پروسس میگیرن و باید این مسئله حل بشه چه جوری با پاکسازی دیتابیس چه جوری پاکسازی دیتابیس رو انجام میدیم خب اولین کاری که میکنیم اینه که وارد پنل مدیریت وردپرس اون میشیم لوکال هاست اسلش میهن wp -admin. واردش میشیم لوکال هاستمون اجراست آره آره ورود اینجا خب یه سایت وردپرسی داریم که مثل هر سایت وردپرسی دیگه ای کلی پلاگین توی قسمت افزونه هاش نصب بوده و الان غیر فعال شدن این پلاگین ها ببینید اینجا کلی پلاگین داشتیم که اینا غیر فعال شدن حالا یه سری اثرات تو دیتابیس ما گذاشتن چجوری این اثرات رو میتونیم حذف کنیم قسمت افزودن افزونه مثل همیشه یه پلاگین وردپرسی میخوایم نصب کنیم اگر وردپرس راکت رو سایتتون به وردپرس راکت این قابلیت خودش داره ولی اگر که نصب نیست WP Optimize Light Speed Cache هم اگه نصب باشه این قابلیت رو داره تو تنظیماتشون یه قابلیت داره ولی WP Optimize خیلی خفن تر کار میکنه یه بار فعالش میکنیم کاری که میخوایم انجام میدیم بعد غیرفعالش فعالش میکنیم و بره به خدا. نصب کردن رو میزنیم پلاگین WP Optimize بیشتر از یک میلیون نصب فعال روی مخزن وردپرس داره رایگان هم هست نیازم نیست هزینه بابتش پرداخت کنید بسیار عالی بریم سراغ فعال سازیش فعال سازی. بعد از فعال شدن این پلاگین یه منوی اضافه میشه توی پنل مدیریت وردپرس ما بسم WP Optimize طبیعیه وارد اون منو باید بشیم بعد از اینکه وارد این منو شدیم تبای مختلف داریم تصاویر، کش، فشرده سازی، تنظیمات فلان فلان. ما فشرده سازی و کش و اینا رو با این پلاگین انجام نمیدیم دیگه. قبلا بهتون گفتم سرچ کنید تو گوگل بهترین پلاگین کش وردپرس. در موردش صحبت کردم. طبق چه از چه پلاگینی باید استفاده کنید. من خودم بیارم این ور آر این منو ما کاری به منوهای دیگهش نداریم فقط منوی دیتابیس رو کار داریم برای کش و بهین سازی و فشرد سازی و کار دیگه از پلاگین های مختص خودشون استفاده میکنیم قسمت دیتابیس بهین سازی ما اینجا کاری که باید انجام بدیم چیه؟ اینکه این, این تیک رو بزنیم همه این گزینه ها فعال بشن یک گزینه ای داریم حذف همه گزینه گذرا این رو هم میتونید بزنید ترانزینت ها چیز خاصی نیستن که حالا حتما روی سایتتون باشن این تیک هم میتونید بزنید فقط یه موضوعی که هست ما در رابطه با یه گزینه داریم همه نوشته های زبالدان و دیدگاه های زبالدان ببینید توی قسمت نوشته ها و دیدگاه های سایتتون هرچی پست و دیدگاه توی زبالدان قرار گرفته باشه رو پاک میکنه ها حواستون باشه اگه این مسئله براتون مشکلی ایجاد میکنه حواستون باشه این گزینه رو نزنید دوتا گزینه رو نزنید ولی اگر مشکلی نیست با دیدگاه ها و نوشته هایی که حذف کردید و رفتن توی زبالدان دان خب مسئله نیست مثلا اون ریسایکل بین ویندوز میمونه دیگه حالا شو بخوام بگم مثلا این سطل ترشی که اینجا تو مک داریم حذف که می‌کنیم میرن توی زبالدان بعد از تو زبالدان هم باید حذفشون کنیم برای اینکه یک حذف دو مرحله‌ای باشه که مطمئن بشیم دیتای اشتباهی رو حذف نکردیم و خب طبیعیه که قبل از این کار بهتر یک بکاپ بگیرید با پلاگین بک WP پی یا با updraft درافت پلاس میتونید بکاپو رو بگیرید قبلا تو میهم وردپرس در مورد بکاپ گیری از وردپرس هم توضیح دادم سرچ بفرمایید تو گوگل یا میهم وردپرس آموزشش هست و اما آره این گزینه ها رو بعد از اینکه بکاپ گرفتیم از دیتابیس اون همه رو می و اجرای تمام بهین سازی انتخاب شده ترجمش خیلی داغونه و شروع کنه به بهین سازی کردن رو های پستاتون رو حس میکنه پیش نویس های پستاتون رو میکنه حواستون باشه این تیکار رو اگر نمیخواید نزنید جداول پایگاه داده پایگاه داده رو بهینه میکنه حذف نمیکنه دیدگاه های تایید نشده رو حذف میکنه حواستون باشه یه سری آره سری دیتای اضافه توی دیتابیسمون هست که اینا رو حذف میکنه یا مثلا داده هایی که به هیچ جای ارتباط داده نشدن یه سری جداول اضافی و اینا داریم روی دیتابیس و اینا همه رو حذف میکنه و در نهایت یه دیتابیس تر تمیز بهمون میده انگار میمونه میز کارتون رو تمیز کردیم راحت تر میتونی کار کنی با ذهن بازتر میتونی کار کنی برای سرور سایتت برای هاستت هم دقیقا همین اتفاق میافته. وقتی دیتابیست رو تمیز کنی تا یه حد زیادی نه صد درصد پاکسازی انجام میشه کاری که الان انجام دادی مثل چی میمونه مثل این میمونه که مثلا مثل چی بگم مثل این میمونه شما میز کارتو برق ننداختی ولی خب یه دستمال روش کشیدی میدونی صد درصد نمیتونه پاک کنه دیتابیست رو چرا چون یه سری اطلاعات توی مثلا تیبل ستینگ هستن که واقعا نمیتونه متوجه بشه اینا کارایی دارن یا نه خب و صد درصد نمیتونه میتونی بگیم 80 90 درصد دیتابیس شما رو تمیز میکنه صد درصدی چیه صد درصد اینه که شما وارد پی اچ مای ادمینت بشی دیتابیست رو تیبل به تیبل چک کنی و گزینهای اضافیش رو حذف کنی که یکم میطلبه تخصص داشته باشی میطلبه که یکم حرفه ای تر بشی تو این کار ولی باید با اصول دیتابیس و اینا ازش سر در بیاری این کار رو انجام بدیم ولی همین کافیه نیازی نیست اون کار رو انجام بدیم اون کار برای سایت های سنگین مثلا الان می هم وردپرس دیتابیسش چیزی حدود 3 گیگابایت ما اگر نریم هر ماه توی پی پی ما ادمین و تمیزکاری دیتابیس رو انجام ندیم تقریبا مثلا این سه میشه چهار گیگ سر ما یعنی حتما باید ماه به ماه ما این کار رو انجام بدیم چرا چون دیتابیسش خیلی سنگینه زمانی هم که سایت شما به اون حد برسه به درآمد بالایی برسه یا برنامه نویس استخدام میکنی کسی که از دیتابیس سر در میاره میتونه پاکسازی رو انجام بده یا یعنی اینکه خودت موقع حرفه شدی و میتونی این کار رو انجام بدهی ولی فعلا با همین روش حتی برای سایت سنگین هم مسئله ای ایجاد نمیشه ولی خب ما دیگه خیلی مثلا رو میهم وردپرس حساسیم و دیتابیس همیشه باید تمیز باشه و اینا ما یه بار از طریق پی اچ پی مای ادمین جداول اضافه رو حذف میکنیم که خب میگم میطلب اینکه ساختار دیتابیست رو بدونی ساختار سایتت رو بدونی بدونی دقیقا داری چی کار میکنی و اونو تو دوره سایت برتر توضیح خواهم داد که چطور دیتابیس رو به صورت تخصصیتر پاکسازی بکنی شاد و سربلند باشین و گفتم بهتون پاکستازی دیتابیس رو هم توضیح بدم که بتونید کاری که نیاز دارین رو انجام بدین یه موضوعی ویدیوهای جدیدی که داریم برای سایت میسازیم برنامه این شده که تقریبا هفته ای سعی میکنم سه تا ویدیو براتون بسازم یعنی یه برنامه ریزی دقیق انجام دادیم حالا به بچه های دوره سایت برتر تو دوره خیلی دقیق تر میگم در مورد این برنامه ریزی و کاری که انجام میدم ولی سه روز رو در هفته گذاشتم برای ضبط ویدیوها سعی میکنم به جای هفته یه ویدیویی که قبلا داشتیم سعی کنم هر هفته سه تا ویدیو براتون ضبط کنم تقریبا هر روز ضبط داریم ولی تعداد ویدیوهایی که منتشر میشه روی سایت روز هفته سه تا ویدیو هستش که منتشر میشه پیگیر باشین تلگراممون رو دنبال کنید یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید ویدیوهای یوتیوب رو لایک کنید و هیچ چیزی بیشتر از این لایک ها و کامنت ها و سابسکرایب ها بهمون انرژی نمیده برای ادامه را چون ویدیوهایی که داریم رایگان منتشر میکنیم به صورت مستقیم برای ما هیچ آورده ای نداره ولی خب حداقلش اینه که به شما کمک میکنه سایتتون رو بهتر مدیریت کنید حداقلش اینه که به شما کمک میکنه که تخصصی تر یاد بگیرید به جای اینکه بخوایم این ویدیوهای بلایند دیت یوتیوب رو ببینید و ویدیوهای اینستاگرام یه دقیقه دو دقیقه که توشون هیچ محتوایی نیست رو ببینید و میخوان خیلی فشرده همه چی رو بهمون یاد بدن حداقل تایمتون رو بذارید برای دیدن ویدیوهایی که یه چیزی رو بهتون یاد میدن و امیدوارم واقعا ویدیوهای ما این مدلی باشه شاد و سر باشید